حالا راضی بودی این رقص رو خونی؟ واقعا که کاش تموم شه. ایشالله. سلام بچه ها، ببین امروز یعنی کلی کار دارم، قشنگ دارم دچار فروپاشی روانی میشم. فکر کن این صبح من رفتم بیمارستان، بعد مورنینگ داشتیم، خدا رو شکر مشق نرفتیم امروز، بعد کنفرانس داشتیم و این حرفا، و 2 ساعت و خورده کنفرانسمون طول کشید و من حس میکنم چون با استادمون گفتیم که امتحان داریم، مخصوصا با همون لج کرد و اتفاقا بیشترم لفتش داد. بعد دیگه سریع اومدم دانشگاه، امتحان جمعیت شناسی داشتیم، امتحان دادم. بعدش الان ساعت 3:15 کلاس طب سنتی داریم و الان تماسی که دانش آموزان مونده از دیروز که جواب نداد، الان میخوام توی این فاصله بهش زنگ بزنم. کلاس طب سنتی اون معلوم نیست تا کیه، ولی بعد ساعت 5 کلاس ایمنی داریم و بعد ساعت 6:30 من وقت تراپی دارم. قشنگ نزدیکه که خول بشم. بچه من هر سین تین تو که میزنم و انگوشم اینطوری میشه، اسمم خیلی چیز ویردوی الان بقیه ممکن فکرشون منحرف شد. آره یه قهوه بعد امتحانی گرفتم، امتحان خدا رو شکر خوب بود، خدا رو 100,000 مرتبه شکر، با اینکه دیروز کلن درگیر تماسا و برنامه های دانش آموزان بودم چون جمعه قلمچی بود و بعدش ما معمولا آزمون رو با هم تحلیل میکنیم، ولی خدا رو شکر امتحانم خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. دیگه امیدوارم کلاس طب سنتی هم خوب باشه. قرار بود که بریم ارائه بدیم ولی بقیه اعضای گروه من از جمله فاطمه وزهرا نیومدن اصلا و از کل اون گروه فقط منم. بعد نمیدونم که الان چی میشه، یعنی من اصلا برم ارائه بدم تک نفره نرم، نمیدونم. امیدوارم استاد خیلی عصبی نشه دستمو. من اومدم خونه، بالاخره این روز سخت تموم شد، رفتم یه دوش گرفتم، بعد الان برای خودم سبزیجات گذاشتم تو هواپز، میخوام بشتم یه قسمت How I Met Your Mother ببینم. از ساعت 4:30 صبح تا الان من بیدارم، 4:30 بیدار شدم درس خوندم که امتحان داشتم و اینا برسونم، بعد الان میخوام یه اپیزود How I Met Your Mother ببینم. آها داشتم اینو میگفتم که با اینکه از 4:30 بیدارم ولی الان انقدر خوابم نمیاد، کم خوابم میاد. بعد به دانش آموزان هم زنگ زدم ولی جواب ندادن، پس از این فرصت استفاده میکنم و بعدش میخوام بشنم یه پومودورو درس بخونم. همین یه دونه هم واقعا برای امروزم خیلی خوبه. چون خیلی گشنم بود تو دانشگاه ساندویچ مرغ خوردم، برای همین الان کربوهیدرات نمیخوام، فقط سبزیجات و یکم نخود ریختم تو این.
دختر گلی هم من. چه دختر گلی. بچه ها سلام مجدد. من امروز خیلی دختر خوبی بودم و خیلی از خودم راضیم. دیشب اشتباه گفتم How I Met Your Mother، مادرم فمیلی نگاه کردم. بعد دیگه واقعا خسته بودم، واقعا خسته بودم، گرفتم خوابیدم. بجاش امروز صبح زود بیدار شدم، ساعت حدود 5 این طورا بیدار شدم، قشنگ صبحونه خوردم و دیگه الان نیاز ندارم که برم کلان کلی پول خرج کنم. بعد یکی دو تا برنامه برام نوشتم، نوشتم و نشستم درس هم خوندم. بعد من آدمی هستم که شب واقعا غیر فعالم، واقعا شبا تمرکزم و همه چیم خیلی کمتره. بعد و واقعا تا حالا نشده که من مثلا به جز شب امتحان بتونم شبها مثلا توی خونه بیدار بمونم درس بخونم، مثلا بعد از ساعت 8 شب حتی. بعد یه گفتم چرا با این موضوع بجنگم، بیام صبح سعی کنم زودتر بیدار شم و کارمو انجام بدم. مخصوصا این که من آدمیم که خیلی نوتیفیکیشن دارم، مثلا دانش آموزان پیام میدن، نمیدونم این ورور کلا خیلی برام نوتیفیکیشن میاد و اون تایم اول صبح یه تایمی هستش که همه خوابن و انگار خیلی آرامش دارم، مثلا ذهنم خیلی تمرکزش بیشترم و این حرفا. آره دیگه این دومین روزیه که من صبح زود بیدار شدم، یعنی زودتر اون تایمی که مثلا من میرفتم و این حرفا، و خیلی راضیم. امیدوارم که بتونم این روند رو ادامه بدم. امروز ما اسکیل لب داریم، بعدش قراره که برم با مینا پادکست ضبط کنم. تولد مینا هم هست و باید براش کادو بخرم. حالا نمیدونم چی بخرم. بعد مینا برام شم درست کرده بود و بهم گفتش که باید برام یه کادو هند مید بگیری یا هند مید درست کنی. بعد خب من، یعنی مینا هنرمنده، من تنها چیزی که بلدم شم درست کردن بود که خب مینا انجامش داد. بعدا خیلی زایید که منم شم درست کنمش بدم. آره نمیدونم چیکار کنم، میخوام برم ببینم که آیا کادو هند میدی هست که بتونم گولش بزنم و بهش بدم یا نه. آره خلاصه که اینطوری. آن شب هم برم باشگاه، با من همراه باشید. بچه‌ها یه ساعت و ربع تو راه بودم، یعنی تصمیم گرفتم وقتی صبح زود بیدارم میشم درس نخونم، راه بیفتم. بعد در این وری دانشگاهم رو بستن و من چک کردم باز بود، تا پارک کردم و پیاده شدم برم دیدم بستن و الان مجبورم دانشگاه رو دور بزنم و دیرم هم شده. چه تیپ قشنگی، ماشاءالله عالی. آره بچه‌ها چقدر، بچه‌ها این اووردوز، این مشکل مغزی داره، ترامای مغزی داره. یکی از چیزاش آره نکن، یکیش خیلی گشاد و یکیش تنگه. خیلی تابلو بالا تو بخواد بالا بیاره. تشخیص رو هم کردی؟ چرا رو من بالا میاره؟ خب بچه‌ها ما اسکیل لبمون تموم شد و خدا رو شکر زود تموم شد. فکر کن یه جلسه هم واسه ختنه داشتیم که استادمون نیومد و من مجبوریم الان به خاطرش یه هفته دیگه بیایم. بعد من نمیدونستم اصلا ختنه وظیفه پزشکی عمومیه. بعدم دیگه الان دارم میرم برام اینا کادو بخرم و حتی اصلا نمیدونم که باید چی بخرم. گفتم برام شهر کتاب فرشته یه سر بزنم. شهر کتاب فرشته هم اون چیزای خوشگلی داره، ببینم که چی پیدا میکنم. اگه رسیدم کیک هم خودم براش میگیرم، اگر نه هم که با هم میریم یه جای کیک میخریم.
بچه ها رفتم کادو گرفتم، یه دستبنده که اون بیبیلکش چیز نقره است. خیلی میخواستم چیز بهتری بگیرم، خیلی میخواستم چیز بهتری بگیرم، ولی واقعا دیدم که وقت نمیشه. بعد واقعا شرمندم، بهش میگم اون کادو هندمیدی که میخوام بهت بدم بذار توی دیماه که یکم سرم خلوتر شد اون موقع بهش میدم حتما کادوشو. ولی خوشگله، به نظرم دوستش داره، چون مینا معمولا این رنگای جیغ و این چیزا رو خیلی دوست داره، اینم دستنش نارنج. میخواستم کیک بخرم ولی کیکاش اصلا قشنگ نبود، گفتم همون با هم که بریم بیرون این چیز بگیریم خیلی بهتره. به الان خب بچه ما الان میخواییم پادکست بگیریم. ما مینا مینا مشغول عملیات آماده سازی سپایه است. یه بار دیگه اتاقش رو توی روز ببینیم چقدر زیباست. باید خیلی خوشم میاد از این، این خیلی بامزه است. بچه ما پادکست رو ضبط کردیم، الان داریم با مینا میریم بیرون که تولد بگیریم. خیلی هوا پاییزیه، خیلی خوشگلم بعد. این دو تا بود. بیا بیا. نه این بونس، این همسه خیلی خوش بود. این چند سال دار میشه؟ این خوبه اینجا. میشین با اینا ویدیو ساتیسفاینگ درست کنید.